بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای عزیزم، چی حال دارین؟ امیدوار هستم تمامتان شور و صحتمند باشین و خوش خندان باشین. شاگردای عزیز دوست داشتنیم، قسمی که شما میفهمین ما و شما مضمون ریاضی صنف چهارم موضوعی را که میخوانیم امتحان عملی جمع است. درس دهم کتاب شما شاگردای دوست داشتنی، جلسه 38 صفحه کتابتان، صفحه 30 کتاب شماست و استادی که در خدمت شماست و شما تدریس میکنم استاد تهمینه یعقوبی است. خب شاگردای عزیز دوست داشتنی، قسمی که شما در تصویر میبینین صفحه 30 کتاب شما، بعضی از سوالایی است که کار خانگی شما شاگردای عزیز. خب از این جمله کار خانگی چند سوال از زیر من بر شما کار میکنم، حلش میکنم، امتحانش میکنیم، بعد از او ما چی میکنیم شاگردای عزیز؟ متبقی شه باز وظیفه خانگی خودتان باشه، انشالله که شما حل کرده میتونین. شاگردای عزیز، در درس قبلی همچنان ما و شما امتحان عملی جمع یاد گرفتیم، فهمیدیم که چه قسم سوالات زمانی که ما جمع میکنیم بخاطر ازی که مطمئن شویم که آیا درست جمع کردیم و یا اشتباه، ما چی میکردیم؟ امتحان میکردیم. فرمول هم داشتیم، فرمول انشاءالله و تعالی شما یادداشت کردین، یاد گرفتین. ما سوالات کار کردیم که سه رقمی بود، بخاطر ازی که شما مفهوم درستتر و کلیتر از امتحان عملی جمع یاد گرفته باشین. حالا در کارخانگی شما بعضی از سوالاتی است که ما بر شما حلش میکنم و امتحانش هم میکنیم، بخاطر ازی که به صورت کامل و درست شما یاد بگیرین و دیگه هیچ وقت سوالات جمع اشتباه حل نکنین، انشالله که نمیکنینم. خب شاگردای عزیز، بخاطر ازی که ما سوالات را جمع کنیم ما چی میکنیم؟ یک ورق سفید میگیرم شاگردای عزیز، یک ورق سفید زمانی که گرفتم من بین سوالا یک سوالش حل میکنم. ببینین سوال اول از چی است؟ کدام عدد است؟ آفرین، 305041 زمانی که با عدد چند 3700 جمع کنیم. بیاین که اول حاصل جمع زیر پیدا کنیم، بعد از اینکه حاصل جمعش پیدا کنیم امتحانش رو میکنیم که آیا ما درست حل کرده بودیم و یا اینکه درست حل نکرده بودیم، باید درست حلش کنیم دیگه. نی شما خیاط دارین. ببینین سوال چی است؟ 305000 و چند 41 جمع 3700 3700. بیاین شاگردای عزیز که ایره ما چی کنیم؟ جمع کنیم و امتحانش هم کنیم. بخاطر از اینکه اینا را ما جمع کنیم چی میکنیم؟ اینا را به شکل عمودی نوشتش میکنیم، جمعش میکنیم، بعدش چی میکنیم؟ امتحان میکنیم. خب شما ببینین شاگردای بسیار خوب، عدد ما چند است؟ 305000 و چند 41 جمع 3700. عدد بالا چند رقمی است؟ 1 2 3 4 5 6. عدد دومی یا جز دوم؟ 1 2 3 4. ببینین 0 0 7 و 3. زمانی که ما اینا را بخوایم جمع کنیم چی کار رخ میده؟ خب بیاین که ما جمع کنیم شاگردا. ببینین عدد چهار رقمی با تعقیبش کدام رقم دیگه وجود نداره، ما هم میتونیم صفر قرار بدیم هم میتونیم صفر ندیم، چون یک عدد جمع هیچ دواره پس خود چی است؟ خود عدد است. خب بیاین جمعش کنیم. 1 جمع 0 مساوی به چی میشه؟ 1 4 جمع 0 مساوی به 4. 0 جمع 7 7. آفرین. 5 جمع 3 8. بسیار عالی، خوب پیش میرین. 0 جمع هیچ کدام عدد پس خود 0. 3 جمع کدام عدد نداریم یعنی 0 است، پس خود چی شد؟ 3 شد. خب شاگردا ببینین ما جواب سوال پیدا کردیم، اجزای جمع ما معرفی میکنیم، امتحانش میکنیم، درست است؟ جزء چندم جمع است؟ آفرین، جزء اول جمع، جزء دوم جمع و حاصل جمع. فرمول ما چه قسم داشتیم شاگردا؟ فرمولی داشتیم که زمانی که از حاصل جمع جزء دوم جمع کم کنیم باید جزء اول بتم و از حاصل جمع جزء
اول جمع کم کنیم جز دو مبتا. خب بیاین که ما چی کنیم؟ تفریق کنیم. حاصل جمع چی است؟ سی، هفتاد و هشت، چهل و یک. خوانده میتونین شاگرده یاد داده؟ آفرین. 308741. 308741 زمانی که ما از جز دوم جمع تفریق کنم. ببینین صفر صفر چی میمونه؟ هفت اما قسم است و سه. زمانی که ما تفریق کنیم ببینیم چی میشه. خب شما ببینین شاگرده، یک منفی صفر چی میشه؟ یک. آفرین. چهار منفی صفر چهار. حالا شاگردان شما ببینین زمانی که هفت منفی هفت کنیم، هفت منفی هفت چی میشه؟ صفری. و یا هم قرض کنیم هفده منفی هفت ده میشه، بازم در صفرش حاصل اینجا خب فرق نمیکنه. ما میگیم هفت منفی هفت صفر، رای آسانتر. هشت منفی سه پنج، صفر خودش، سه هم خودش. حالا ببینیم چی شد شاگردان؟ 305041. بله، زمانی که ما از حاصل جمع جز دوم جمع تفریق کردیم چی رو بر ما داد؟ جز چندم داد؟ اول جمع داد. حالا ببینین من اوش چش میکنم، ای چی بود شاگردان؟ حاصل جمع بود نی؟ حاصل جمع زمانی که منفی جز دوم جمع کردیم، جز دوم جمع کردیم بر ما چی رو داد؟ جز اول جمع داد. بسیار عالی. پس به ایمان از شاگردا که این سوال را که ما حل کردیم درست حل کرده بودیم. حالا یک سوال دیگه هم کار میکنیم. ببینیم یک سوال دیگه با چی شکل است شاگردا. خب ببینین زمانی که یک سوال دیگه ما داشته باشیم، فرضاً این سوال ما کار میکنیم، یک ورق سفید ما میگیرم، این سوال ما کار میکنم، بعدش امتحان میکنیم که آیا ما درست حل کرده بودیم، درست کار کرده بودیم و یا نکرده بودیم. چی میکنم؟ یک ورق سفید شاگرده ما میگیرم، عدد ما نوشته میکنم. خب عدد ما چی هسته؟ 59. آفرین. 0 0 410. جمع کدام عدد است؟ 63 25 76. بسیار عالی. خب شاگردا این اعداد را که من آشنا کردیم، حالا طبقه بندی کرده و ما با هم چی میکنم؟ شان جمع میکنم. در جمع شما میفهمین شاگردا که خاصیت تبدیلی وجود داره. من میدونیم ای عدد جز اول جمع بگیرم و یا ای عدد جز اول جمع بگیرم، هیچ کدام تفاوت نمیکنه. بیاین که ما جای عملی جمع تغییر بدیم، چی تغییرات به وجود میاد شاگردا؟ خب ببینین نوشته میکنیم 63 25 76. چند خوانده میشم؟ 632576. جمع عدد ما شش رقمی است نه؟ عدد چند رقمی است؟ 1 2 3 4 5 6 7. هفت رقمی است. ما چی کار میکنیم؟ 0 1 4 0 0 9 و 5. خب زمانی که اینا رو ما با هم چی کنیم؟ جمع کنیم. چی کار رخ میده؟ خب شاگردای عزیز ببینین، بالای عدد 5 ما کدام عدد وجود نداره. ما هم میتونیم صفر نوشته کنیم، هم میتونیم کدام عدد نوشته نکنیم. خب 6 جمع 0 6. 7 جمع 1 8. 5 جمع 4 9. 2 جمع 0 2. 3 جمع 0 3. 6 جمع 9. 6 جمع 9 شاگردا متوجه باشین مساوی با چند میشه؟ 15 میشه. 15 را 5ش حاصل آمد بر 1. حالا 1 جمع 5 مساوی با چند شد؟ 6 شد. خب عدد خود ما طبقه بندی کرده
چی شکل میخوانیم؟ 6,532,986. بیاین که امتحانش کنیم. چی میکنیم؟ نوشته میکنم 6,532,986 منفی. بیاین که منفی جزء دوم جمع کنیم. جزء دوم جمع کدام عدد است؟ آفرین. کدام عدد است شاگردا؟ اینجا ببینین. 0, 1, 4, 0, 0, 9, 5. و می شکل است؟ خب زمانی که ما این را چی میکنیم؟ از همدیگهشان تفریق میکنیم. خب شاگردا ببینین عدد ما، عدد اولی که ما جمع کرده بودیم چند بود؟ طبقه بندی کرده بودیمش 632,576. عدد بعدی ما چند بود شاگردا؟ زمانی که ما طبقه بندی کرده بودیم 5,900,410. 5,900,410 سعیز. حالا حاصل جمع کدام عدد بر ما داده؟ ببینین طبقه بندیش کنیم. 6,532,986. زمانی که ما ایر از جزء دوم جمع تفریق کنیم که هی است 5,900,410. خب 6 منفی 0 6، 8 منفی 1 7، 9 منفی 4 آفرین 5، 2 منفی 0 2، 3 منفی 0 3. خب از 5 9 نمیره شاگردای عزیز. ما چی میکنیم؟ یک عدد قرض میکنیم. این 6 است، این میشه 5، این میشه 15. هست 15 که 9 بره چند میمانه شاگردا؟ آفرین 6. اینجا 5 منفی 5 0. پس ببینین جواب ما را داد که چند شد؟ 632,576. به این معنا این سوال را که ما حل کرده بودیم درست حل کردیم. خب شاگردای عزیز دیدین که ما سوالاتی که ارقامش بزرگتر باشه هم میتونیم که اونا را چی کنیم؟ امتحان کنیم. متباقی سوالکای شاگردای عزیز کار خانگی شما باشه. انشالله تعالی که شما حل کرده میتونین، کار را که شما میکنین درست جمع کنین، بعدا از حاصل جمع یا جز اول تفریق کنین و یا هم جز دوم تفریق کنین، حتمی و حتمی جواب شما درست با وجود میایه شاگردای عزیز. خب شاگردای نازنین تا تقدیم درس بعدی، تا ای که ما و شما باز هم درس بعدی را می داشته باشیم، تمام شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا حافظتان، وقتان بخیر.